والا اینجا هی به من میگن سخنرانی بکن، من سخنرانی بلد نیستم، به خصوص که زبون فارسی عوض شده، ولی یواش یواش یاد میگیرم. من آهنگ ساختن بلدم، اصولا موسیقی چیز خوبیه، چون حال آدم رو جا میاره وقتی آدم حالش بده. امیدوارم به زودی بزرگان موسیقی کشورمون به ایران برگردن. البته ما قربان‌سالارای خوبی در ایران داریم. راستش به من گفتن که به اینا درس بدن. من هر کاری که بتونم برای مردم میکنم، ولی وقتی جلوی این قربان‌سالارا میستم واقعا کیف میکنم. من اگر میدانستم که شما آنقدر من رو دوست دارید اصلا نمیرفتم. من یک عمر در دیار غربت برای غریبه ها خواندم، ولی دلم اینجا در ایران بود، پیش شما که دورنگار من بود. شما مردم معاند و حق شناس من را نهادینه خودتان کردید. در راستای اینکه زیر ساختهایتان تقویت شود، به شما قول میدم که یک ساز و کاری برایتان راه بیندازم که تا به حال در ایران ندیدید. یک ساز و کار چونکی؟ یه چیز دیگه میخوام بگم، گوش بدی. اگه میدونستم اینقدر دوستم داری، اینقدر حمیت و باحالی، خب نمیرفتم توی دیار غربت با این همه راستا و محبت. عمری واسه غریبه ها بخونم، ولی دلم و طرف ایرون بپرونم. پیش شما که دور نگار من بودید، یارانه ساختار من بودید. شما مردم خوب و متمدن، مردم مهربون و متمکن. ای مردم معاند و حق شناس، مکس دیگه نادینه شما. ای مردم معاند و حق شناس، مکس دیگه نادینه شما. اجازه بدین، اجازه بدین، واسه تقویت زیر ساختاتون یه ساز کار توپ دارم براتون. یه ساز کار توپ، یه ساز کار توپ، یه ساز کار توپ و نوزون که تا حالا ندیدید توی یکی. تصاول و تصامل تو سازه ها، فراخان تار و قوغا سالا، پایان سازی بگینه با کتاب، زروشت و دنبک گروه فشار، تشکت موضوع نماهن، فرهنگ منحط حیلی قشن. مجید کسرائی، من سازکار سیاسی ایران رو تغییر میدهم، باید جلوی بابا سالاران ایستم. ای بابا، این که این حرف رو زده؟ امان از دست این خبر میدارم.